گر روزی در جان امکان گفت چه توانستی گل معنا شکفت. همینان ارجمندم، این برنامه در استودیو سیتی تهیه میشه. آقای سپهر خسروی عزیز برنامه رو هدایت میکنن. سپاسگزارم. دو شخصیت ناظرین امروز با ما هستند، یکی در نیویورک و یکی در لس آنجلس. آقای دکتر بهمن مقصود در نیویورک هستند، آقای پرویز ناظریان در لس آنجلس. درود بر شما. درود بر شما. آمدید. خیلی متشکرم. ممنونم. بهمن مقصود عزیز درود بر شما. درود بر شما آقای مهبدی، مهمانانتون، بینندگان تلویزیون ایران فردا و همکارانتون که در اونجا این برنامه رو ضبط میکنن. امیدوارم حال شما خوب باشه. با سرما چه کار میکنید در نیویورک؟ میسازیم. ما اینجا حدود 43-44 ساله با سرما میسازیم آقای مهبدی. اینجا که داره سیل میاد، با سیل چه کار میکنید؟ بعد با سیلم که الان من اومدم، راهی که من اومدم در خدمت شما در حدود یک ساعت و خورده طول کشید. تورا بودید؟ بله تورا بودم و خوشبختانه تمام ماشین ها از 60 بالاتر نمی رفتن. بله خیلی لطفش بود. بسیار عالی. و خوشبختانه تصادفی نبود و الا ممکن بود در خدمتون نباشم. بله بله. اولین باری که همدیگر دیدید کی بوده آقای دکتر مقصود؟ شما دو نفر هر دو هم سینمایی هستید، کی همدیگر دیدید؟ من با آقای ناظریان از جوانی آشنا بودم و با نوشته هاشون. خب ایشون از نسل مدرسه سیراکیوز هستند و خب کارگردانی کردند. نوشتنشون در مورد سینما، در مورد تئاتر، در مورد هفت هنر، در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی سالهای دهه اوائل دهه 30 برمیگرده. مسلط هستن، خوب مینویسن، نگاهشون خوب بوده و نوشته هاشون رو من میخوندم. اون موقعی که خودم نمینوشتم، بعدم که نوشتم با ایشون آشنا شدم. و از جمله وقتی که نقد سینما رو من کتابش رو در آوردم، یک شماره ویژه به نام ویژه سینما و تئاتر شماره 4-6 نقد سینما در ایران، از ایشونم به عنوان یکی از منتقدین برجسته سینما ایران که در فرهنگ شناختن هنر سینما کوشش کردن، نقدی نمونه من آوردم. سالهاست من ایشونو میشناسم، ارادتم دارم و نوشته هاشونم خوندم. آقای ناظریان، بله نسل ناظریان رو بگم، همیشه من گفتم نسل ناظریان خیلی شیک و خیلی روان، در این حال بسیار روان و نسل امروزینه، خیلی متجدده. خب شما؟ بنده ایشون آیه دکتر رو در سالها پیش در ایران می‌شناختم و همکاری هایی با ایشون داشتم، در مقالاتی در مجلاتی ایشون می‌نوشتن، یعنی داشتن اداره می‌کردن، مقالاتی نوشتم در مورد مسائل سینمایی. ولی بیشترین آشنایی من خیلی جالبه، درست زمانی که من اومدم نیویورک سال 80، این دومین بار بود که میمدم نیویورک. بار اومدم برای فیلم اصفهانی در نیویورک، این بار برای بالاخره مهاجرت اومدیم در نیویورک. یک سالی که در نیویورک بودم، واقعا خاطره بسیار جالبی از دکتر مقصودلو دارم در اونجا که در فکر می‌کنم موقع در استاتن آیلند زندگی میکرد. درسته دکتر؟ بله بله. دوره داشتیم. بسیار. امیر نادری هم بود؟ و امیر نادری نبود ولی دیگران بودن. پرویز صیاد بود، عرض کنم احمد صیاد هم اونجا، احمد پژمان بود و عده دیگری که الان اسمشون حتما دکتر مقصودی بیشتر از من یادشه. برای اینکه اینا همه نیویورک بودن، بعد منتقل اومدن به کالیفرنیا. بعضیشون اومدن کالیفرنیا، بعضیشون همونجا موندن. بله به هر حال دیگه کیا بودن آقای مقصودی؟ چرا معروف آقای احمد شیرازی بود، در کار سینما بود. آقای ابراهیم نژاد بود، ادیتور بود که بعدا هم رفت ایران مدتی کار کرد، میخواست فیلمی تهیه کنه با سمپکینپا، نشد. ادیتور خوبی بود. من در کارهای تهیه هفتمین هنر برای برنامه‌ای بود برای تلویزیون ملی ایران، از ایشون استفاده کردم. خیلی متبهر بودن. کار فیلم آقای داستین هافمن رو الان اسمش یادم نمیاد. هفته دو بار ما در منازل مختلف برنامه داشتیم، دور هم جمع می‌شدیم و بعضی خوب
همسر و غیره داشتن و خانواده داشتن، میتونستن پذیرایی بهتر بکنن. ماها ناچار بودیم از نظیر من و مقصود دکتر مقصود رو که بریم از خارج تهیه کنیم غذا، ولی خیلی جالب بود، میشستیم دور هم و صحبت های مختلف. و البته زمانی هم بود که درست سال 80 دیگه، یک سال بعد از انقلاب مذهبی ایران. بله، دوران خوبی نبود و این گرد همایی صرف نظر از که تبادل افکار و مسائل مختلف بود، ضمناً یه مقدار دلداری های تسکین های به همگی خودمون و مقصود در این زمینه به خصوص نقش مهمی داشت. ولی که ایشون سالها قبل از این حادثه در نیویورک بود و به هر حال گرداننده اصلی این گروه ما دکتر مقصودلو بود. سالبه. آقای پیتر پالیان عزیزمون هم بودن. بله بله. پیتر پالیان. پالیان هم در اونجا بود. پالیان الان اینجاست. پالیان در اینجاست، در گلندر زندگی میکنه. بله. لازم اینجا بگم آقای میبودی و ناظریان عزیزم، کتابشو من خریدم از لس آنجلس برام اومد، I shot the Shah. و یعنی من شاه رو فیلم برداری کردم. خب ما میدونیم پیتر پالیان 7 سال فیلم بردار مخصوص دربار بود و چندین فیلم بسیار خوبه وزارت فرهنگ و هنر رو فیلم برداری کرد، از جمله شقایق سوزان. هوشنگ شفتی کارگردانش بود که فیلم در فستیوال برلین جایزه سوم گرفت و فیلم های متعدد دیگر کوتاه و فیلم های سینمایی کار کرد، از جمله کاری با آقای ناظریان یک اسپانی در نیویورک، ایشون فیلم برداریش بود در نیویورک، اون هم سالها در نیویورک زندگی میکرد و کتاب خوبی هم نوشته، خاطراتش هم خوبه. توصیه میکنم بینندگان این تلویزیون اگر یک کتاب خوب، خاطرات خوب یک غیر مسلمان که مدرسه سیراکیوز ایشون هم قبول شد و فیلم برداری رو یاد گرفت همزمان با آقای ناظریان عزیزم، این کتاب رو بخونه. طلبه. خب ما شعرهای های ارمنی بسیار معروفی داریم در ایران که خیلی محبوب بودن. در کمتر مملکت چنین اتفاقی میفته. از ویژن بگیرید، ایرن بگیرید، مارتیک بگیرید، هلن، حضورت که از کنم همین آقای پالایانی که الان داشتیم صحبتش میکردیم، بسیاری از نوازندگان، بسیاری از هنرمندان، خوانندگان، فرق نمیکنه، شعرهای سینمایی همه به شهرت هست. بله و به محبوبیت. بله. یکی از شخصیت هایی که هفته گذشته شما اسمش رو دید، ساموئل یا ساموئل خاچکیان، کارگردان. بله. که شما او رو به عنوان یه کارگردان درجه یک قبول دارید، یعنی کسی که اثرگذار بوده. بله بله. بدعتگذار بوده و نوآور بوده در سینما. نوآور بوده در در کنار اون که سه شخصیت سینمایی رو من به دلیل استمرار کارشون، ولی که کسان دیگه هستن، بهرام بیضایی هست به دلیل اینکه بهرام در تئاتر کار خیلی عالی کرده، نویسنده خیلی خوبی است، سینماگر خیلی خوبی است، بنابراین مجموعی است از هنرها. درست. بنابراین اونو کنار میذارن. بعد عده دیگری هستن، مثل فرض کنید که فرخ غفاری، دکتر کاووسی، بعد افراد دیگری که در زمان گذشته فیلم های خوبی ساختن. یعنی یه مقدار آموزشی بوده، فیلم هایی بوده که میشه گفت اینا فیلم های آماتوریه، بعد فیلم های نوعی دیگری، ولی به هر حال در کار در پیشرفت سینما ایران خیلی تاثیر داشته، مثل فریدون رهنما که سیاوش در تخت جمشید، فیلم خیلی جالبیه در سینماتیک فرانسه الان وجود داره. اینا همه نوعی به تحول سینما ایران به نوعی کمک کرد، ولی استمرار نداشتن به عنوان یک کارگردانی که مثل ساموئل خاچکیان تمرکز داشتش فقط رو سینما، رو کارگردان، رو کارگردان کیم ساموئل، رو نویسنده و کارگردان ساموئل، و بعد یکی داروش مهرجویی به نظر من، و یکی پرویز کیمیاویه، و هر سه اینا در این حال که استمرار داشتن کاملا تاکید میکردن رو سینما، هر کدوم سبک های مختلفی رو در سینما ایران به وجود آورد. حالا مورخ میتونه بحث بیشتری بکنه. بهمن عزیزم، ساموئل خاچکیان از دید شما ناظریان درست میفرمایند، ولی بجب خاچکیان من اگر اجازه بدی چند دقیقه بگم که چرا مهم بوده. اولا در دهه 30 و 40 یکی از ناموران سینما ایران بود که اسمش سبب آوردن بیننده به سینما بود، مثل آلفرد هیچکاک در آمریکا.
و متخصص سینمای جنایی هم بود. بعد خودش توسط نامنگاری سینما رو یاد گرفت و از بچگی کودکی مینوشت به زبان ارمنی، انگلیسی رو آشنایی بود، تو روزنامه آلیک، روزنامه ارمنی ها، کارش رو با تئاتر سارا شروع کرد و بعد با فیلم. وقتی که با فیلم شروع کرد، یکی از بزرگترین عناصری رو که من میتونم بگم در مورد سینمای این مرد و خدمتش به سینما این بود که تمام هنرپیشگان سینما رو برای فیلماش این خودش بدون این که نامی داشته باشن وارد سینما کرد. مثلا اولین فیلمش رفت آرمان، و فیلمی بود به نام بازگشت فکر میکنم. آرمان کفش دوز، کفش فروش بود، بغل کنما متروپول یا مایاک، رفت این آورد هنرپیشه اولش کرد. من از 70 تا 73 تا قبل از که بیام منزلش همیشه بودم. تمام هنرپیشگان این وارد، خیلی هنرپیشه‌هایی که اومدن تو سینما این آورد تو سینما، بوتیمار، بیکیمان وردی، آرام، من خونش بودم، این خانم آرام اومد، خیلی آدم هایی میمدن میخواستن وارد سینما شن، جالسام اومد اونجا دیدمش. حسین دانشور هم آورد؟ حسین دانشور کی رو؟ حسین دانشور. نه حسین دانشور ایشون نه. نه. بعد پس هنرپیشه ها رو خودش می آورد، کشف می کرد، شاندرمنی، عبدالله بوتیما رو که عرض کردم، تمام هنرپیشه ها شد و این یکی از چیزاش بود. یعنی آدمایی رو نگاه می کرد، می گفت فرح عافیت‌پور فیلم دومش دختری از شیراز، این از وین اومده بود می خوند، این که آقا صداد خوبه، من برای همین یه فیلم سازم دختری از شیراز، و شد فرح پناهی. سومین فیلمش ویدا قهرمانی رو آورد برای چهارراه حوادث 1135. اون وقت نورپردازی خیلی خوب میدونست، ادیت خودش یاد گرفت، ادیتور فوق‌العاده بود، موزیک کلاسیک خودش میشناخت، خودش موزیک فیلماش انتخاب میکرد، با انونسای فیلم خودش میساخت، ادیت فیلم خودش میکرد، و این چیزایی بود که هر کارگردانی در دهه 30 نداشت. و این در دهه 30 و دهه 40 یکی از فیلمسازان پر موفق و فیلماش پرفروش. سه تا فیلمش عرض کردم، حدود 35 تا فیلم ساخت که 15 تاش پلیسی بود. و مثلا بهتون بگم چهارراه حوادث، بعدش فیلم شبنشینی در نخی، شبنشینی در جهنم، بردنش که یه مقدار کمک کنه درست کنه، یکی از دو کارگردان بود. فیلم که رادیو سیتی گذاشت، شبنشینی نه، فیلمی که خانم قفاری بازی میکرد، پری قفاری، خانم پروین قفاری و فردین و فیلم آقای خاچیکیان بود. بله، همونطور که بهمن جان گفت، بله واقعا کاری که ساموئل خاچیکیان در سینما ایران کرد کار یگانه است که مخصوص خودشه، همه کارش رو انجام میداد، حتی ادیت به مونتاژ فیلم هم. سرمایه رو کی میگذاشت؟ سرمایه رو خب دیگران میذاشتن، سرمایه رو دیگران میذاشتن، ولی بیشتر از این مسئله، غیر از این مسئله که ایشون صحبت کردن، سبک خاصی که ایشون تراش میکرد اول که نوعی هیچکاک بشه، هیچکاک ایران، مثلا چهارراه حوادث و غیره، که یه مقدار فیلم هایی بسازه که اینها فیلم ها به انگلیسی ساسپنس بشه، یه مقدار ایجاد تخیل کنه که در فرد که بالاخره پایان ماجرا چیست. موفق بود، موفق بود. و بعد البته در حد هیچکاکش وقت جلو نرفت، ولی ضمناً باید توجه داشت که با توجه به این که میخواست که نوعی شانش بشه، یک برنامه های فیلم های بسیار جالبی درست کرد. نمونه شو به من گفت، یکی همین چهارراه حوادث بود، به نوعی اون شبنشینی در جهنم بود که اینا خودش فیلم های خیلی جالبی، مؤلف هم خودش بود، مؤلف هم بود، در واقع یک نویسنده هم خودش بود، بله در واقع او رو یک فیلمساز مؤلف کرد. چی میگه؟ دهه 30 بعدش هم فریاد نیمه شب اون فیلم بود. فریاد نیمه شب، اما رادیو سیتی و سعدی گذاشتن و قیامت بود. فیلم دوم شاید فردین بود، خانم پروین قفاری بود، خانم ویدا قهرمانی، بیکی مونوردی بود، آوردش تو سینما با اون فیلم. یک آدمی بود، توجه کنید وقتی ما میگیم آلفرد هیچکاک، ما داریم به این نظر میگیم که اسمش
اسم این هم مثل هیچکاک در ایران در همون چارچوب سینمای دهه 30 و 40 ایران من دارم عرض میکنم. این آدم اسمش بالای تایتل بازیگران بود، یعنی میگفتن فیلم از خاچیکیان اومده ببینید. میدونستن که این فیلم یه ساعت و نیم دو ساعت اینا رو میشونه و فیلمش جناییه، فیلمش پرهیجان، ساسپنس داره، تعلیق داره و تکنیک خوب میشناسه، رنگ و نور خوب میشناسه، فیلم برداری رو میشناسه. فیلم برداراش همیشه همه هم خودش یاد گرفته بود، یک آدم خود آموخته بود. مامان جان ببخشید، شما که میدونم در این زمین ها تحقیق کردید و پژوهش، اون زمان برای ساخت یک فیلم به چه سرمایه احتیاج بود؟ ببینید اون موقع به حدود مثلا اگر اوائل ما داریم میگیم مثلا ولگرد 90 هزار تومن خرجش شد و فروش 500 میلیون 500 هزار تومانی کرد و پولش رو در آورد، سود دو برابر سه برابر کرد، یه مقدارش مال سینما هست البته نصفش. بعد اون موقع که دهه 30 بود سقف فیلم تا حدود مثلا 200 هزار تومان زیاد بالاتر نرفت. بعد از که دهه 40 شد بازیگرا که معروف شدن فهمیدن که فیلماشون به خاطر نام اونها نه نام کارگردان، برای همین خاطر خاچیکیان بازیگرا رو خودش می آورد که دستمزد بسیار ناچیز بده، بگه من آوردم تو رو معرفی میکنم پولت اینقدره، دستمزد برای خودش میرفت. برای اینکه کارگردان بود، نویسنده بود، ادیتور بود، آنونسشو میساخت، همه کاراشو میکرد، موزیکشو میذاشت، اون به بازیگر پولی نمیداد. بعدا خب فردین اومد، بهروز وثوقی اومد، ناصر ملک موتی، اینایی که می آوردن دستمزد میرفت بالا. سقف بودجه فیلم در دهه 40 همینطور به 200-300-400 رفت بالا تا نزدیک به 50 که رسید به تقریبا 500 هزار تومان زد بالا و هی میرفت بالا دیگه. این ولی یعنی از 10-12 هزار دلار شروع شده، بله، حد اکثر رسیده به 60-70 هزار دلار. بله بله، خیلی بله، در مقدار زیادی نبود با توجه به دوران اون زمانی که به صحبت میکنیم. یعنی معجزه میکرد، معجزه میکردن، برای اینکه یه مقداری از این بازیکنها افتخاری بازی میکردن یا یعنی اینکه با پول کم آماده بازی بودن. همطور شما میگید واقعا معجزه میکردن و بعد از دل کار میکردن. این مسئله ایست که برای فقط پول کار نمیکردن. ولی صحبت از همین ارامنه شد، واقعا ارامنه در تاریخ ایران نقش بسیار مهمی در خیلی مسائل مختلف داشتن و به خصوص در دوره پیش از انقلاب نقش ارامنه، همطور که شما یادآور شدید، نقش ارامنه در نویسندگی، حتی در تحقیق مسائل. و خیلی جالبه، من دوستانی میشناسم از ارامنه که خط زیبای فارسیشون اصلا عجیب غریبه، یعنی خوشنویسن. خوشنویسن وقتی من نگاه میکنم میگم من چقدر عقبم از این دوستان عزیز. شما که خطتون خیلی افتاد. بله خط من اصلا خوندن این خط غیر ممکن، فقط ثابت ایمانی میتونستی. بله ثابت ایمانی. دو سه تا دوستان دیگرم یاد گرفتم. بله خب از گرگین مجده حبیبی میتونست. بله مجده حبیبی هم میخوند. عادت داده دیگر. بله خانم لاله‌زاری میخوند. بله خب تو دلتون میخواد نسلتون قشنگ. بله خواهش مولا و باشه کور. بله بله برحال، ولی واقعا نقش خیلی مهمی ارامنه ایران همطور که شما ذکر کردید. ولی اما نکته دیگری درباره داروش مهجویی اگه الان فرصت بشه، داروش مهجویی تحصیلات شده ناظریان، ما این برنامه رو به آقای خاچیکیان اختصاص بدیم و حالی که راجع به ارمنی ها شما صحبت کردید، ارمنی ها در صنعت سینما ایران نقش بسیار بسیار مهم میدارن. بله از اولین فیلمی که در ایران ساخته شد آوانس اوگانیانس اومد فیلم، خب دو تا فیلم سینمایی ساخت، یکی آبی و رابی و بعد فیلم دومش که بسیار مهم بود و در فیلم لبه تیغ، من میگم حاجی آقا اکتور سینماست، دختر یک حاجی که میخواد هنرپیشه بشه. این ایرانی نبود، ارمنی بود، از روسیه اومده بود، بعضی هم میگن متولد ایران، نمیگفته، اینو ما نمیدونیم، ثابت نشده. ولی به هر صورت تمام کسانی که در، اگه نگاه کنیم، خانم ویدا قهرمانی بود با فیلم چهار حوادث و ساموئل خاچیکیان وارد سینما شد، بعد توفان در شهر ما ادامه پیدا کرد،
آقای آرمان بود یکی از بازیگری که گفتم از کفش سازی و کف فروشی اومد تو بازیگری و تا بعد از انقلابم بود و خیلی زود سکته کرد و بسیاری از اینها در فیلم بردار بودن، میکسر صدا میکردن، در استودیوها کارهای فنی میکردن که اگر ما بخوایم بهش بپردازیم و نامشون رو بگیم چندین برنامه میشه. یعنی ارمنی ها واقعا یکی از پایه های پیتر پالیان، خودش فیلم بردار بسیار معروفی بود در سینما ایران و شد میناسیان برادران میناسیان که یکیش هر دو با ابراهیم گلستان کار کردند، بعد فیلم طلوع با گوش ساختند، فیلم خانم فرخزاد و آقای میناسیان فیلم برداری کرد که الان هم ایشون در لندن هستن، هر وقت من میرم عکسشو میفرستم ایشونو میرم میبینم. فیلم خانه سیاه هست و باش رفت در اون جزامخانه تبریز میناسیان گرفت، فیلم خشت آینه رو گرفت. یعنی برادران میناسیان میخوام بگم که بسیاری دوش اون صنعت سینما در دهه 30 حتی 40 و 50 به روی دوش تکنسین ها و هارد ورکر ها، کسانی که یعنی واقعا سخت کار میکردن و با استعداد بودن و خیلی کارهای فنی رو تونستن درست کنن، اختراع کنن و تو لابراتوارا و ما نمیشناسیمشون، یعنی کمتر به زبان آمده و شناخته شده و بعد ازشون واقعا اپریشیت کرد. آقای ناظریان هم یه در دیده، خب میتونه الان راجبشون صحبت کنه. ایرن رو کی آورد؟ ایرن رو من فکر میکنم بله ایرن هم فکر میکنم مقداری به همین خاشگاه کار کرد، حالا نمیدونم این دوست ما ایرن رو کی آورد آقای مقصود؟ ایرنو وقتی که از دکتر آسمی جدا شد اومد تهران، اول رفت کار تئاتر، بعدش خاچیکیان یک فیلمی بهش داد به نام قاصد بهشت، یه طنزی بود اروپایی که برای اولین بار ایرن بهش گفتن تو باید کنار دریا میری مایو بپوشی. در اصلا نمیشد در ایران در اون موقع مایو پوشید، در فیلم دارم میگم وسط دهه 30 تازه سینما 5 6 سال جون گرفته و ایشون یک مایه یه تیکه پوشید، حتی مایه دو تیکه اصلا در ایران نبود، باید از ایتالیا می آوردن، ولی یک مایه پوشید و یکی از شخصیت هایی که در تئاتر ایران درخشید قبلش که وارد سینما بشه و در سینما با خاچیکیان قاصد بهشت بازی کرد و در فیلم با فردین وقتی آوردنش تو سینما 1339 فیلم چشمه آب حیات، اولین فیلم رنگی و سینماسکوپی بود که یاسمی ساخت برای پارس فیلم، باز ایرن بازی میکرد که بتونه فردین رو در مقابلش بیاره بالا و مطرحش بکنه که اونم خب با استعداد بود. بله ایرن یکی دیگه از بازیگرانیه که من خواستم اینم برای شما بگم که ایرن رو وقتی اومد در رفت تئاتر بازی کنه، اومد تهران 16 سالش بود 17 سالش بود، از شمال اومد و بردنش زندان پیش نوشین که نوشین یک تستی از ایشون بگیره بگه این برای تئاتر خوبه یا نه. عجب. و من اینو بعدن حالا براتون در یک مفصل باید بگم چون این وقت ما داره تموم میشه و این خیلی برای من جالب بود که من اینو برام گره فیلم برداری کردم که نوشین چگونه با این رفتار کرد، آخر سر گفت این خوبه و اومد در تئاتر بازی کرد. اولین پیس خیلی مهم میره بهش دادن و بهش گفتن اگر اینو در 3 روز اینو حفظ بکنی میره اون بالا، حفظ کرد و رفت بالا، یکی از بازیگران شد، آوردنش تو فیلمم که یکی از ستاره های سینما. یه موقعی بود حتی سینما های ایران با اکراه فیلم های فارسی نشون میداد و شماره زیادی از سینما های که اصلا نشون نمیدادن. فیلم های خاکیچیکان از چه قرار بود؟ یعنی سینمای خوب حاضر بودن، سینمای خوب حاضر بودن، یکی از موفق ترین در این حاصل از صحبت هایی که علیم گفتیم که کارش بسیار عالی و خوب بود، یکی از موفق ترین سینماگران اینا در بازار بود، در بازار سینمایی و خیلی مورد توجه قرار داشت خاشکیان و در دوران آخر زندگیش باز در دوره بعد از انقلاب هم ایشون در ایران کار میکرد، در ایران بعد از انقلاب
فیلم های ساخت، ولی برای تیبو فیلم هایی که قبلا ساخته بود به اون درجه نرسید. اهمیت نرسید، به اون درجه ای که مردم مورد استقبال قرار داد. و دوران بیماری بعدی هم داشت، ولی جالبه که وقتی که فوت کردشون، سفیر ارمنستان در ایران از کسانی بود که در جریان مراسم عزاداریش حضور داشت. در یادش گرامی، یادش گرامی. آخرین باری که آقای بخشودو، آقای میبودی، بذارید خواهش میکنم یک لحظه. یک فیلم کسی دیگه ای که آورد خانم نیلوفر بود. نیلوفر که خب فیلم های خوبی بازی کرد و از جمله با خاتکیان فیلم جلوی آذر شیوا گذاشتش، فیلم هنگامه رو بازی کرد که هنگامه رو پرویز دوایی نوشته بود بر مبنای ساپرینا مال بیلی وایلدر و فقط شخصیت ها رو عوض کرد. اون دوتا مرد بودن که ویلیام هولدن بازی میکرد تا همفری بوگارد و اینا رو عوض کرد که آذر شیوا بازی میکرد با خانم نیلوفر و بازی نیلوفر خیلی خوب بود، بازی آذر شیوا خیلی خوب بود، اصلا پرداخت فیلم خوب بود، دوباره سازی فیلم خیلی خوب بود. از خاتکیان که یک کمدی دراما بود، جنایی نبود. و حالا میگم آقای ناظریان، بهترین فیلم خاتکیان چی بود به نظر شما؟ بذارید ما بهترین سی ثانیه بیشتر وقت نداریم. بهترین فیلم خاتکیان کدوم بوده؟ بهترین فیلم واژه همون چهارراه حوادث من میدونم. چهارراه حوادث. بله بله. همینا هم تشکر میکنم. آقای مقصود خیلی سپاس. برنامه رو ادامه میدیم با آقای مقصود و آقای ناظریان. ما منتظر آقای اسفندیار منفذی زاده، آهنگساز برجسته و بزرگ هستیم، تا امیدوارم که در جلسه بعد بتونیم با منفرد زاده هم باشیم. تشکر میکنم. پرسشی داشته باشید میتونید از طریق فیسبوک تلویزیون ایران فردا با ما در پیان بگذارید. ممنونم، تشکر آقای جان. بهمن جان تشکر میکنم.